چرا که رویایی که ما داریم رویایی نیست که فقط توی کلیسا ما رو جمع کنه، اتفاقا ما رو میخواد از کلیسا ببره به بیرون، با فیض خداوند برسه به روزی که خادمین ما افتخارشون کلیساهای خانگی نباشه توی ایران، کلیساهای خیابانی باشه با فیض خدا. برای این موضوع دعا میکنیم، همت میکنیم و کارهایی رو خواهیم انجام داد با فیض خدا، همون گونه که کمپین خدا محبت رو تأسیس کردیم و موفقیت آمیز بود در ایران. با فیض خدا کلیساهای خیابانی رو، کلیسای پرستان مسیح با فیض خدا بنا خواهد کرد تا توی خیابونها سرود بخونیم، توی خیابونها نام مسیح رو جلال بدیم. کلیسای پرستان مسیح و تمام خادمین که کنار من هستن در طول این سالها، چه اونهایی که در ایران هستن، در ترکیه هستن و حتی کلیسایی که داریم ما جای دیگه، اما احتیاجی نیست و لازم نمیدونیم بگیم، داریم اونا رو تعلیم میدیم، ما کلیساهای انقلابی هستیم. برای همین توی هیچ شورای قرار نمیگیریم، ما در هیچ فرقه ای نیستیم، فرقه ما کلام خداست، فرقه ما خود یهوه خدا هست، خود خداوند عیسی مسیح است. در ایران کنار ما میایستند تا بتوانیم این رویا رو به کمال برسونیم و لزومی هم نداره همه باشن. مسیح رو 12 تا شاگرد بس بود، زیادیش خرابکاری میکنن، ترسوها نیمه ایستادن، ولی کسایی که قوی هستن رویای خدا رو درک میکنن، کنار خداوندشون میایستن و راه رو پیش میرن، کنار رسول نمیایستن. همان گونه که شمعون عزیزم اعلام کرد، متاسفانه با خبر شدیم که آرمیتا که در اصل فقط به خاطر اینکه روسری سرش نداشت کشته شد. اینم یکی از هزاران جوان ایرانی هستش که به خاطر باورهاش جمهوری اسلامی از قدرتی که از اسلام و قرآن داره، قدرتی که اسلام از شیطان داره، متاسفانه سرزمین عزیز ما رو تحت جفا قرار داده. کلیساهای فارسی زبان رو میبندن، مخالفت میکنن با دیگر باورمندان، هر باورمندی حتی باورهای اسلامی رو که اونها نمیخوان رو مخالفت میکنن، چرا که میترسن، هرچند ترس رو تحمیل میکنن. ولی ما فرزندان خدا کارمون این هست، دعا کنیم برای خانواده آرمیتا، دعا کنیم برای خانواده هایی که فرزندان خودشون رو دادن از دست، دعا کنیم و از خداوند بخوایم که خداوند قوت ما باشه که به حکمت هم عمل کنیم. به طور خاص هموطنانی که از ایران مثل خود ما گریختید، فرار کردید، این خودخواهی ماست که فقط بگیم بیایم اینجا ممل آمریکایی بشیم، پمپ بنزین بخریم، بعد پوزشو به فامیلامون بدیم که تو ایران هستن، فکر میکردن ما هیچی نمیشیم، حالا اومدیم اینجا یه چیزی بشیم. هوشیار باشیم لطفا. من اول به خودم میگم، ما مسئول هستیم، ما مسئولیت داریم. من ایمان دارم تمام اعضای کلیسای پرستان مسیح افراد شجاع هستن، افراد با غیرت هستن. اگر کلیساهای دیگه هم هستن میتونن برن کلیساهای دیگه، اگر اینجا هستن میدونن رویای خدا رو میدونن. پس بایستیم، خدمتی رو به دوش داشته باشیم، چون یهوه خداوند با ماست، ما رو حمایت میکنه. ما برای هیچ فرقه ای، هیچ گروهی، هیچ کشوری نه لعنت میفرستیم نه بدشون رو میخوایم. ما برای اسرائیل دعا میکنیم، برای مردم فلسطین هم دعا میکنیم، مخالف هر ظلمی هستیم، هر ستمی هستیم و میدونیم آنچه که خداوند شروع کرده به کمال خواهد رسید. از خواهر عزیزم نوارت میخوام لطفاً برای ایران، برای مردم ایران، برای خانواده آرمیتا که دخترشون رو از دست داده و برای تمام هموطنان عزیز ما که الان بچه هاشون زندان هستن، میدونیم که چقدر ما الان نوکیشان مسیحی توی زندان داریم که چنین حقی رو نداشتن. اگر این حق رو دارن به خاطر مسیحیایی هست که توی ایران هستن، این حق رو به جمهوری اسلامی دادن، چه نوکیشانش و چه مسیحی زاده ها. باید انقلاب کنن، باید قیام کنن، نباید سکوت کنن. اگر کلیساهای فارسی زبان بسته است به خاطر بی‌تفاوتی خادمین کلیساها بوده. جرأت نباید می‌داشتن که در کلیساهای فارسی زبان رو ببندن. کلیسا مال خداست. هیچ کس اجازه نداشته در اون کلیسا رو ببنده. این اجازه رو متأسفانه خادمین دادن. متأسفانه مسیحی‌ها دادن. با فیض خداوند در کلیساها باز میشه. ایران ما آزاد خواهد شد. و ما می‌توانیم اون رویایی که خدا ما داده، بله که کار من برای قومه، برای همین همه کنار من نمی‌ایستن. به فیض خدا زنده باشم قوم کلیسا بنا میکنم، زنده نباشم شماها این کارو خواهید کرد. یوشع نمیدونم کیه بعد از من، میدونم که فرزندانم هستن، شما خادمینم هستید. یوشع بعد از من کی هست نمیدونم،
اما ما کلیساها در قم بنا میکنیم تا شیطان و دروغ شیطان رو رسوا کنیم. کار ما این هست، شوخی نمی کنیم، تندم نیستیم، ما حقیقت رو میگیم، با حقیقت را میریم. از این رو